چه کسی پیرو واقعی اهل بیت است؟ در روایتی از اصول کافی از سماع بن مهران روایت شده که از ابو عبدالله امام جعفر صادق در مورد زیارت قبور و بنا کردن مسجد بر آنها سوال کردم، گفت اما زیارت قبور اشکالی در آن نیست، بلکه نباید نزد قبور مسجد بنا شود. اصول کافی من لا یحضره الفقیه. و در روایت دیگری از اصول کافی از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت شده فرمودند امیر المؤمنین رضی الله عنه فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرستاد و مکلف کرد که قبرها را خراب و هموار کنم و عکسها را بشکنم. اصول کافی وسائل الشیعه. و در روایت دیگری در اصول کافی از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت شده که فرمودند امیر المؤمنین فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا به مدینه فرستاد و مکلف کرد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموارش کن و هر سگی را دیدی بکش. اصول کافی. اما جایگاه اصول کافی در نزد شیعه تا چه اندازه است؟ معتبرترین کتاب در عالم شیعه بعد از قرآن همین کتاب کافی شریفه که عرض کردم در طول 11 قرن همواره مورد استفاده مردم و علما بوده. در نزد شیعه اگر کسی یک حدیث اصول کافی را انکار کند کافر و نجس است. همین الان حدیث از کافی شریف میخونم قبول نداشته باشین نجس و کافری، کافر و نجسی، این تعارف نداره که هر کی میخواد باشه. و امام زمان نیز این کتاب را تأیید کرده است. همین کافی یعنی این کتاب کافی رو وجود مبارک صاحب العام مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله محمد تایید کرده که کتاب کافی کفایت میکند شعر ما. این سخنران کیست؟ چرا به این احادیث عمل نمی شود؟ مگر این احادیث از کتب خود شیعه نیستند؟ و چرا به ساخت حرم و بارگاه و مسجد بر روی قبرها ادامه می دهند؟ چرا به جای پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه به مخالفت با دستورات و عمل آنها می پردازند؟ اما عملکرد مخالفان اهل بیت را با هم ببینیم. نماز در کنار قبر خمینی و قرار دادن قبر خمینی به عنوان مسجد. نماز در کنار قبر امام رضا و قرار دادن قبر و بارگاه امام رضا به عنوان مسجد. اشهد ان علی حجت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قبر مرا قبلگاه و مسجد نگیرید که همانا خداوند عز و جل یهود را لعنت کرد هنگامی که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. وسائل الشیعه من لا یحضره الفقیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند خداوند یهود و نصارا را لعنت کند که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. بهار الانوار از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که ایشان فرمودند همانا کسانی که قبل از شما بودند قبرهای پیامبران و صالحانشان را مسجد قرار می دادند. همانا آگاه باشید، پس شما قبرها را مسجد نگردانید، همانا من شما را از آن نهی می کنم. بهار الانوار هنگامی که ساخت ذریح و بارگاه و مسجد بر روی قبر پیامبران و صالحان لعنت شده است، پس از باب اولا لعن خداوند شامل کسانی می باشد که بر روی قبر ائمه شیعه و بر روی قبر خمینی بارگاه و مسجد ساختند. از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت شده که فرمودند امیر المؤمنین فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا به مدینه فرستاد و مکلف کرد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموارش کن و هر سگی را دیدی بکش. اصول کافی. اما پیروان واقعی اهل بیت چه کسانی هستند؟ قبر ملک فهد بن عبدالعزیز پادشاه فقید عربستان سعودی، قبر شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد فقید عربستان سعودی، قبرستان بقیع. قبور شهدای احد. همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله عنه از ساختن گنبد و بارگاه و مسجد بر روی قبور نهی فرمودند، همانطور که در کتب حدیث اهل سنت و همچنین در کتب و مراجع شیعه نیز صراحتاً احادیث نهی وارد شده است. و همانطور که مشاهده نمودیم خداوند متعال یهود و نصارا را به این دلیل که بر قبور انبیا و انسانهای صالحشان گنبد و بارگاه و مسجد بنا کردند لعن فرمود و رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی و اهل بیت از مسجد قرار دادن قبور و نماز خواندن به طرف آنها و کنار آنها نهی فرمودند. اما می‌بینیم که رافضیان راه یهود و نصارا را در پیش گرفته و بر قبور ائمهشان و غیر ائمه نیز گنبد و بارگاه بنا نمودند، مانند قبر معصومه، شاه عبدالعظیم، قبر خمینی و ده ها و صد ها امامزاده جعلی و شهید و شهید گمنام و غیره، و خود را همانند یهود و نصارا شامل لعن خداوند متعال گردانیدند. و برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا
أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص و در روز قیامت همگی در پیشگاه خداوند حاضر شوند. پس در این هنگام ضعیفان به مستکبران میگویند همانا ما پیرو شما بودیم، پس آیا میتوانید چیزی از عذاب خدا را از ما دفع کنید؟ گویند اگر خداوند ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت میکردیم، چه بیتابی کنیم و چه صبر نماییم برای ما یکسان است، هیچ گریزگاهی برای ما نیست.